صبحتان بخیر. به ساعت دوم برنامه صبح و زندگی خوش آمدین. شما هم تا ساعت ده با ما همراه باشین و از داشته های دیگر و جالب برنامه صبح و زندگی همچنان لذت ببرین. در این لحظات باز هم مهماندار هستم و مهمان عزیز با ما هست. در رابطه با زندگی مورچه ها و قوانین کونا در زندگی خود دارن و چگونه انسان ها میشه از اینا تقلید بکنن و بتونن در زندگی خود موفق باشن بحث میخوایم داشته باشیم با مربی رهبری شفیق بهروزیان که باز هم در برنامه صبح و زندگی با ما هستن. استاد خوش آمدین و صبح زندگی. صبح شما بخیر. تشکر از شما. صبح شما هم بخیر و همچنین صبح بینندگان عزیز هم بخیر و خوشی و سلامتی باشه انشاءالله. تشکر از شما. سلامت باشین. سپاس از اینکه بازم وقت دادین بر ما و امروز در برنامه صبح زندگی هستین. استاد از زندگی مورچه ها بر ما بگوین، نظامی که اینا در زندگی خود دارن چگونه هست و چگونه انسان ها میشه از این قانون از اینا پیروی بکنه و تجربه بکنن تا اینکه بتونن اونها هم در زندگی خود موفق باشن. درست است. از اون جایی که در جهان هستی و در طبیعت هر چیزی که توانمندی داشته باشه، حالا چه حیوانات چه گیاهان، اینها می توانند دوام بیارن و می توانند رشد کنن، بالاخره در اثر تحولات از بین نرن و به حیات خود ادامه بدن و حتی رشد کنن و انکشاف کنن. یکی از این موارد که بسیار جالب هست زندگی مورچه ها هست که اینها در طول میلیون ها سال نه تنها که از بین نرفتن با تحولات مختلف آب و هوایی که در کره زمین آمد، بلکه تعداد از اینا زیاد شده و تقریبا در تمام نقاط جهان وجود دارن و بسیار به انواع مختلف و تعداد مختلف هستند. حتی آیات در قرآن کریم هم آماده که به زندگی مورچه ها اشاره کرده. به همون خاطر بسیاری از دانشمندان علاقمند شدن که این مورچه ها چه میکنن که توانستن چنین زندگی موفقی را داشته باشن و تا به حال بعد از میلیون ها سال در روی کره زمین زنده باقی بمانند و رشد کنند. از نظر ممکنه بیولوژی یا از نظر تغذیه یا بسیار موارد بشه زندگی مورچه ها رو بررسی کرد، اما چیزی که مورد علاقه من و تخصص من هست رهبری و لیدرشپ هست. وقتی زندگی مورچه ها رو بررسی میکنیم موارد بسیار متعدد رو ببینیم که بتونه یک درس یا یک فرمول برای رهبری باشه. به طور مثال هیچ مورچه‌ای نیست که به تنهایی زندگی کنه. زندگی مورچه‌ها همیشه اجتماعی هست و در گروه‌ها و تیم‌های بزرگ کار می‌کنن. ما در جامعه هم می‌بینیم انسان‌هایی که بسیار اجتماعی هستن، بین جامعه، بین مردم فعالیت می‌کنن، کم کم می‌تونن نفوذ پیدا کنن، تأثیرگذاری داشته باشن و به یک رهبر تبدیل شوند. اما کسانی که در انزوا هستن، همیشه در خانه یا دفتر خود شیشته هستن، با هیچ کس ارتباط نمی‌گیرن، شاید اینها نتوانن به اون رهبران موفق و مؤثر تبدیل شوند. موضوع بعدی موضوع برنامه‌ریزی هست. مورچه ها رو وقتی ببینین در تابستان وقتی هوا خوب است و بالاخره مواد غذایی فراوان است، اینا شروع میکنن جمع‌آوری کردن و ذخیره میکنن، برنامه‌ریزی دارن برای زمستان و فصل سرما، و یا برعکس در فصل سرما اینا برنامه‌ریزی دارن برای بهار و تابستان. یک رهبر خوب هم کسی هست که برای اداره خود، برای شرکت یا فابریکه خود، برای فامیل خود یک برنامه‌ریزی داشته باشه و بفهمه که قرار است 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد یا 5 سال بعد اینها را به کجا برسانه و چه تدابیری باید پیش رو داشته باشه. همچنین در ادامه اگر زندگی مورچه ها رو بررسی کنیم، یک سازماندهی و یک ساختار تشکیلاتی بسیار منظم و رسمی را در اون می‌بینیم. مثلا ملکه مورچه ها جدا است، مورچه های کارگر جدا هستند، مورچه های جنگجو و مبارز جدا هستند. هر کس لایحه وظایف داره، تقسیم وظایف شده و هر کس صلاحیت و مسئولیتش مشخص است. حالا در جوامع انسانی هم اگر به همین گونه برنامه‌ریزی وجود داشته باشه و تقسیم وظایف بشه، هر کس لایحه وظایف داشته باشه، مسلماً کار او اداره، فابریکه، شرکت یا وزارتخانه به خوبی پیش میره و به نتایج خوبی میرسن. اما متاسفانه ما حتی در کشور خود میبینیم بسیاری از شرکت‌ها یا ادارات هنوز او طور که باید و شاید نه لایحه وظایفشون مشخص است، نه صلاحیت و مسئولیت کارمندان مشخص هست. به او خاطر بسیاری از اوقات درگیری یا جر و بحث بین کارمندان میشه. یک کس میگه به کار ما تشبث کرده، یک کس میگه وظیفه من نیست، وظیفه او است و بسیاری چیزها واضح نیست. به همین شکل بسیاری از موارد دیگه هم وجود داره که در زندگی مورچه اگر بخوایم بررسی کنیم، مثل هماهنگی داشتن که بین هم هماهنگی دارن، ارتباطات که بین هم دیگه دارن، به هم پیام میرسونن و مدیریت ریسک که اینها در زندگی خود دارن، اینها همه نشانه هایی هست که زندگی مورچه میتونه یک الگوی بسیار خوب برای انسان ها باشه تا در رهبری و مدیریت سازمان ها و جامعه از این الگو و مدل استفاده بکنه. بسیار خب، نکات خیلی جالب را در رابطه با موفقیت مورچه ها برای ما گفتین، این که کدام مسائل در زندگی خود اینا مراعات میکنن. حالا میشه برای ما اشاره داشته باشین در رابطه با تسلیم شدن به مشکلاتی که مورچه ها در زندگی خود داشتن، یا همی که زمانی که اینا تصمیم میگیرن یک کاری را آغاز بکنن با وجود همه مشکلاتی که صدر راهشان میای، بازم امو کار خود حتی حاضر هستن از جان خود بگذرن ولی کار خود به شکل درست انجام بدن. دقیقاً نکات بسیار خوبی را اشاره کردین. یکی از موضوعاتی که بسیار در زندگی مورچه ها جالب است مسئله سخت کوشی، پشتکار و تسلیم نشدن در برابر مشکلات است.
یکی از داستان‌هایی که در تاریخ ما هم وجود داره این هست که یک پادشاه شکست میخوره و لشکرش بالاخره پراکنده میشن، خودش فرار میکنه به یک خانه دوردست در یک قریه مخفی میشه و استراحت میکنه. همون لحظه میبینه که یک مورچه یک دانه سنگین رو برداشته و از دیوار بالا میره، ولی چون دانه سنگین از باز میفته و نمیتونه به خانه برسونه. بالاخره پادشاه شماره میکنه، میبینه که 70 دفعه مورچه بالا میره و باز میفته تا بالاخره در دفعه 70 موفق میشه و این دانه رو به خانه خود میرسونه. و این پادشاه برای از این پیام یا الهام میشه که وقتی یک مورچه به کوچکی اینقدر اراده و پشتکار و سخت کوشی داره، من یک انسان چرا زود تسلیم شدم؟ دوباره پادشاه حرکت میکنه، میره نیروهای خود جمع میکنه و باز حمله میکنه و این دفعه موفق میشن و دشمن رو شکست میدن. بنابراین سخت کوشی و پشتکار مورچه نمونه بسیار خوبی است. مسئله دیگه امیدواری و تسلیم نشدن هست که رویه خود از دست نمیدن. شما ببینید اگر خانه مورچه ها خراب شوه یا مثلا آب بیفته، سیل بیایه یا هر اتفاق دیگه بیفته، باز هم اونا امیدوار هستن و تلاش میکنن، هیچ وقت متوقف نمیشن. اما متاسفانه همین حال شاید در جامعه ما ببینیم که بسیاری از افراد ناامید هستن نسبت به آینده، حاضر نیستن تلاش کنن، حاضر نیستن فعالیت کنن، سرمایه گذاری کنن و این بسیار به ضرر جامعه ما تمام میشه. به همون خاطر خیلی خوب است که ما درس هایی را از زندگی مورچه ها بگیریم که ما هم امیدوار باشیم به آینده، تلاش کنیم، مایوس نشیم، شکست را قبول نکنیم و با پشتکار و تلاش ان شاء الله به یک آینده بهتر دست پیدا کنیم. بسیار خب، از زندگی شما مورچه ها برای ما گفتین، از زندگی انفرادیشان برای ما بگوین. انسان ها در زندگی انفرادی خود چقدر میتونن که از موفقیت مورچه ها بتونن در زندگی خود تجربه حاصل بکنن و اون را در زندگی خود تطبیق کنن؟ انسان هم ذاتاً یک موجود اجتماعی هست و بخواهد یا نخواهد بالاخره برای تأمین نیازهای خود، حالا چه نیازهای مادی و غذا و لباس و پوشاک و این مسائل باشه، چه نیازهای معنوی مثل احساس محبت، احساس تعلق داشتن به گروه و دیگران، همه اینها در جمع تعریف میشه و امکان پذیر هست. بنابراین انسان ها هم باید یاد بگیرن که از یک طرف جایگاه خود در جامعه بتونن تعریف کنن که من به عنوان یک فرد چه مسئولیتی دارم، چه وظایفی دارم، چه جایگاهی دارم، چقدر موثریت دارم، چه مسئولیت های متوجه من هست و چه صلاحیتی دارم. این باعث میشه که فرد بتونه یک خود آگاهی پیدا بکنه و بتونه در نهایت یک انسان مؤثر و مفید هم برای خود، هم برای فامیل خود و هم برای جامعه باشه. در غیر از او اگر خود فرد یک تعریف از خود نداشته باشه و جایگاه و ارزش خود، ممکن است اعتماد به نفسش پایین بیایه، عزت نفسش کم شوه و برای خود چندان ارزش قائل نباشه. بنابراین میشه که ما هم مثل زندگی مورچه‌ها هر کدوم جایگاه فردیشان مشخص است در گروه و جایگاه اجتماعیشان مشخص است، ما هم یک تعریف واضح و مشخص از خود داشته باشیم. بسیار خب، نکات خیلی جالب را شما اشاره کردین. واقعا اگر انسان ها بتونن جایگاه فردی و اجتماعی خود را تعریف بکنن، خودشان میتونن به هر هدفی که در زندگی خود دارن برسن و راههای رسیدن به او را هم میتونن خیلی ساده مشخص بکنن. حالا میشه برام اشاره داشته باشند که انسان ها پس از اینکه ما امروز در رابطه با مورچه ها حالا از شما شنیدیم، چگونه میشه که امیر دقیقا تطبیق بکنیم در زندگی خود؟ در کدام بخش ها مخصوصا میتونیم که از اینا استفاده بکنیم؟ بسیاری از دانشمندان راجع به زندگی مورچه ها تحقیق کردن و از راهکارهایی که اونها برای زنده ماندن و پیشرفت داشتن الگوبرداری کردن و آمادن او را تطبیق کردن در یک سطح کلانتر برای زندگی اجتماعی انسان ها. مثلا یکی از موارد که ما در تمام شرکت ها و فابریک ها مخصوصا در عصر حاضر بسیار به او احتیاج داریم، مسئله ریسک منیجمنت یا مدیریت ریسک ها و خطرات هست. چون دائم زندگی در حال تحول هست، تکنولوژی در حال تغییر و پیشرفت هست، شرایط اقتصادی و امنیتی در حال تغییر است و ما باید دائما آماده باشیم برای تغییرات و ریسک ها. مورچه ها بسیار یک زندگی جالبی دارند و در بخش ریسک منیجمنت بسیار موفق بودند. مثلا در آیات قرآن هم میبینیم که در اونجا یکی از مورچه ها رهبرشان یا مو کلان مورچه ها به سایر افرادش میگه که زود به خانه های خود برین، چون قرار است که حضرت سلیمان از این مسیر تیر شه و ممکن است شما زیر دست و پای اونها آسیب ببینید. یعنی قبل از اینکه یک اتفاق منفی بیفته اونها ریسک رو برنامه‌ریزی کردن، پیش بینی کردن و برای از یک راهکار سنجیدن. ما هم باید در زندگی خود همین طور کنیم. یا مثلا اگر شو زندگی مورچه ها رو بعضی از دانشمندان بررسی کردن، میگن اینها وقتی دانه های گندم رو به خانه خود میبرن، اول او رو به دو قسمت تقسیم میکنن، بعد از او رو ذخیره میکنن. دلیلش این است که اگر دانه گندم دو قسمت تقسیم نشه، ممکن است که این بر سر رطوبت جوانه بزنه، رشد
کنه و خانه مورچه ها رو خراب کنه. ولی اگر دانه خربوزه رو میبرن او رو به 4 قسمت تقسیم میکنن، چون که اگر باز او هم به 2 قسمت تقسیم بشه باز هم رشد میکنه، ولی اگر به 4 قسمت تقسیم بشه نمیتونه رشد کنه و او خطر از بین میره و خانه از اونها خراب نمیشه. ما هم در زندگی خود، چی در زندگی فردی، چی فامیلی، چی در کار تجارتی و رسمی که ما داریم، اگر خطرات آینده رو پیش بینی کنیم از حال و برای هر کدوم یک راهکار پیدا کنیم و از حال او رو تطبیق کنیم، مسلمان بسیاری از خطرات رو میتونیم رفع بکنیم و آسیب نبینیم. اما اگر همین برنامه‌ریزی و پیش بینی ریسک ها و خطرات رو نداشته باشیم، ممکن است به خاطر هر حادثه امنیتی یا اقتصادی یا تحولات دیگه که میآید، فابریکه ما یا خود ما یا فامیل ما یا حتی کشور ما آسیب ببینه و ضرر بکنه. بسیار خب، در برقراری ارتباطات درست، اگر بخوایم ما ارتباطات برقرار بکنیم و مخصوصا در نظام اجتماعی دخیل باشیم یا جایگاه خود را تعریف بکنیم، از مورچه ها چگونه میشه ما الهام بگیریم؟ سوال بسیار خوبی است پرسان کردیم، به این خاطر که بسیار برای دانشمندان جالب بود که چطور مثلا صدها هزار مورچه با هم کار میکنن و اینها چطور با هم هماهنگ میشن، ارتباطات میگیرن که بتونن برن یک جا غذا را جمع کنن، بیان چطور ذخیره کنن، چطور جایگاه خود تشخیص بدن یا مسیر را پیدا بکنن. بعد از مدت ها متوجه شدن که اینها یک ماده شیمیایی از خود ترشح میکنن که بر اساس میزان یا نوع مواد شیمیایی میتونن به همدیگر پیام برسانن و این پیام ها نشان میده که از کدام مسیر برن، آیا خطر هست یا نیست، آیا اونجا غذا هست یا نیست، اگه میارن چطور ذخیره کنن. بر اساس همین پیام های شیمیایی یا کیمیاوی اینها میتونن اطلاعات را بین خود رد و بدل بکنن. حالا خوشبختانه در جوامع انسانی هم علاوه بر صحبت و کلامی که ما میتونیم رو در رو با دیگران صحبت بکنیم، ما امروزه ابزارهای بسیار زیادی داریم، مثل اینترنت، ایمیل، تلگرام، فیسبوک و یا رادیو، تلویزیون، مجلات یا موبایل، میسج، بسیاری از ابزارها رو داریم که مثل همون مواد شیمیایی که مورچه‌ها دارن در زندگی خود، ما از هر کدوم از این ابزارها میتونیم به جای خودش و به شکل مناسب استفاده کنیم تا اون پیامی که در ذهن ما هست به مخاطب یا به همکاران خود به درستی انتقال بدیم. اگر ارتباطات ضعیف باشه و نتونیم هماهنگی درستی بکنیم، بخوایم یا نخوایم هرج و مرج ایجاد میشه، کارها پس میمونه، ممکن است ضرر بکنه، ممکن است بسیاری از مشکلات جدی و خطرات حتی اتفاق بیفته. بنابراین بسیار خوب است که ما هم مثل الگویی که داریم، مثل مورچه ها که از ابزارهایی که در اختیار دارن استفاده میکنن، ما هم از ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم و یک ارتباطات قوی و حرفه‌ای را بتونیم برقرار بسازیم. آها، سلامت باشین، نکات خیلی جالب را اشاره کردین. میخوایم پیامتون داشته باشیم به بیننده های عزیز برنامه صبح زندگی که همین لحظه شما را تماشا میکنن، در راستای که در زندگی خود موفق باشن چه کار باید انجام بدن؟ تشکر. نفکر میکنم خداوند این لطف به انسانها داشته که در جهان طبیعت الگوها و مثالها و سرمشقهای بسیار زیاد و واضح برای انسانها قرار داده تا اینها بتونن راه درست زندگی کردن را بیاموزن. الگوهای زیادی در طبیعت هست که یکی از اونها مورچه ها هست. اگر ما بتانیم از اونها یا از هر الگوی مناسب دیگر بهره برداری کنیم که چطور برنامه ریزی کنیم، چطور ارتباطات بگیریم، چطور ساختار و سازمان ایجاد کنیم، چطور پیام رسانی کنیم، چطور ریسک منیجمنت کنیم، در نهایت به یک انسان موفق، به یک فامیل موفق، به یک اداره یا شرکت و وزارت موفق و در نهایت به یک ملت و کشور موفق تبدیل میشیم. اما اگر بخوایم بی تفاوت و تمام الگوهایی که در جهان هستی هست فقط بخوایم روز خود بگذرانیم و روز چالانی کنیم و توجه به زندگی نداشته باشیم، در نهایت یک ملت شکست خورده، یک شرکت برشکسته یا یک اداره ناکام خواهیم بود که این چیز خوبی نیست. امیدوار هستم انشاءالله همگی موفق و مؤید و سلامت باشیم. آها، سلامت باشین. تشکر از اینکه شما هم با ما همراه بودین و گفته های خوبی امروز داشتین.